سلام شنبه شش خرداد 96 27 می 2017 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه صبح امروز معموران لباس شخصی معصومه بکایی خبرنگار سیاسی روزنامه اتریاس رو بازداشت کردند اماد کریمی فعال دانشجویی و سیاسی و سپهر مرادیان از فعالان ستاد آقای روحانی هم بازداشت شدند در عراق به این ترتیب بعد از اینکه آقای روحانی و لیست امید رأی آوردند موج بازداشت آغاز شد جمعی از فعالان سنفی و مدنی با امضای بیانیه خواستار توجه به خواسته های اسماعیل عبدی دبیر کانون سنفی معلمان ایران شدند که در اعتصاب غذا به سر این فعالین ضمن حمایت از خواسته اصلی اسماعیل که کنار گذاشتن اتهام امنیتی از پرونده فعالین سنفیست خودشون اکثرا از زندانیان سیاسی و فعالین مدنی هستند که طعم زندان رو چشیدند آتنا دائمی در پنجاهمین روز اعتصاب غذای خودش وضعیت جسمی نامناسبی داره در حالی که امروز شنبه قرار است دادگاه تجدید نظر دو خواهر اوهانیه و انسیه برگزار بشه این دو خواهر در هنگام بازداشت چون اعتراض کردن به نحوه برخورد معمورین به سه ماه و ده روز حبس محکوم شدند البته تعلیقی و اعتراض آتنا که خودش به شش سال زندان محکوم شده و اعتصاب غذای او برای لغو این حکم ظالمان است موضوع دوم این که آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی که داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات و خودش از مسئولین وزارت اطلاعات بوده در توییتی لفظ فتنه رو برای جنبش سبز به کار برده این امر با واکنش هزاران نفر به توییت او مواجه شده به درستی مطرح کردند که این جنبش سبز بوده که آقای روحانی رو به پیروزی رسوند هم در سال 92 و هم در سال 96 و اساسا فعالین جنبش سبز بودند که به فعالیت برای آقای روحانی پرداختند قاعدتا آقای آشنا باید از این به بردن این کلمه ساخته شده توسط آقای خامنه و اعوان و انصار سرکوبگر او از فعالین جنبش سبز عذرخواهی بکنه آقای زنور از تندروهای سرشناس عنوان کرده که آقای ناطق در این انتخابات در زمین مقابل اصولگرایان بازی کرد در مجلس هم زمزمه هایی علیه آقای, آقای ناطق بپا شده و در واقع حمایت او از آقای روحانی مورد انتقاد و اصولگرایان قرار گرفته احمد خاتمی که در نماز جمعه آرای آقای رئیسی رو 17 میلیون نفر عنوان کرده بود با اعتراض وزارت کشور مواجه شده و دوباره آقای احمد خاتمی به وزارت کشور جواب داده و گفته چرا طاقت انتقاد ندارید و به هر صورت کشمکش هنوز بر سر ریاست جمهوری و انتخاباتش در جریانه به خصوص اصولگراها ها دارن سعی میکنند بلکه آقای رئیسی رو آرایش رو حتی به 19 میلیون و 20 میلیون برسونن در حالی که گفته میشه حتی این 15 میلیون هم با آرایش کردن و برداشتن از آقا، آرا آقای روحانی قدری هم قبلا افزایش پیدا کرده با عدد سازی در مجلس هم زمزمه هایی برای حذف آقای متحری و پزشکیان از هیئت رئیس مطرح شده موضوعی که مورد اعتراض اصلاح طلبان مجلسه و اختلاف بر سر ترکیب هیئت رئیسه این روزها در مجلس داغ موضوع سوم اینکه جنگ کنسرت ها و کشمکش بر سر کنسرت موسیقی دوباره شدت گرفته بعد از اینکه در آبادان یک کنسرت پاپ لغو شد دیشب کیوان ساکت موسیقی سنتی ایرانی توانست کنسرت خودش را علیرغم تهدیدها با موفقیت کامل و حمایت دستندرکاران انجام بده و برگزار بکنه اما در شیراز کنسرت آموزشی حسین بهروزی نیا آهنگساز و نوازنده اود لغو شد جالبه که مسئولین ارشاد شیراز به او گفتند که به احترام ماه رمضان این کنسرت لغو شده در حالی که ماه رمضان از امروز آغاز میشه ضمن اینکه به درستی آقای بهروزینیا مطرح کرده که این توهین به هنرمنده که موسیقی رو حرمت شکن یا خلاف دین یا خلاف رمضان و عبادت بدانی جالبه که در کشورهای دیگر اسلامی مثل مصر یا بسیاری کشورها ماه رمضان ماه شادی و جشن و سرور و شبها تا صبح پایکوبی و موسیقی اما در ایران با غم و اندوه و لغو همه شادی های مردم رمضان تو امه آقای علم الهدا هم در مشهد دوباره حمله کرده به برگزاری کنسرت تکرار امید که در پیروزی آقای روحانی بوده و اون رو حرمت شکنی امام رضا نامیده در اصفهان هم امام جمعه خط و نشون کشیده که این جشن پیروزی و رقص و پایکوبی طرفداران آقای روحانی اگر جلوش گرفته نشه مردم البته مردم ایشون منظور عربد کشا و لاتها و حزب اللهی هایی است که به تجمعات حمله میکنند گفته خودشون وارد عمل خواهند شد موضوع چهارم اینکه آمد نیوز خبر داده از اینکه مسعود مهردادی مغز متفکر اقتصادی سپا و عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت ها توسط حفاظت اطلاعات خود سپا بازداشت شده ضمنا سردار سیف که اسم اصلی او سجادی نیاست او هم که قائم مقام همین مسعود مهدادی بوده همراه او بازداشت شده گفته میشه شبکه ای رو درست کرده بودند و املاک و اموال کسانی که در خارج از ایران هستند رو میگرفتند بعد در اون مسئله رو حل میکردند و به این ترتیب پولهای کلانی رو با فروش این املاک و اموال به دست میآورد شعبان نصیری از فرماندهان سپاه در موسل دیروز جمعه کشته شد گفته میشه او قبلا در سوریه هم می جنگیده و قبلا زخمی شده موضوع پنجم این که در زندانهای اسرائیل نزدیک به هزار زندانی فلسطینی بعد از شش هفته اعتصاب قضا و مذاکرات فشرده با مقامات اسرائیلی در حضور نمایندگان صلیب سرخ با گرفتن پاره از هاشون به اعتصاب قضاشون پایان دادند. این اعتصاب قضای موفق در انتها بعد از مذاکراتی فشرده خواستههایی مثل تکرار افزایش ملاقاتهای ماهیانه را دست پیدا کرد یا مسئله بهداشت و پزشکی و بهداری و غیرهو اما در مصر پنج نفر مسلح به اتوبوس مسیحیان قبطی در جنوب قاهره حمله کردند به رگبار گلوله بستند دیروز و 28 نفر رو کشتند مصر به تلافی به پاره پایگاه های اسلامگرایان در شرق لیبی حمله هوایی کرد سران هفت کشور صنعتی در ایتالیا جلسه ای داشتند که بر سر پیمان آب و هوای پاریس به توافق نرسیدند علت هم آقای ترامپ و امریکاست که در دوره انتخابات بعد داده بود این پیمان رو بیرون خواهد رفت به قول خانم مرکل جرسه پرتنشی داشتند اما بیانیه پایانی بر سر مبارزه با تروریزم و عملیات سایبری و حملات سایبری توافق رو نشون میده اما موضوع آخر اینکه آقای جان کری وزیر خارجه سابق امریکا در صحبتی متلک به آقای ترامپ گفته برای تأثیر گذاری بر دولت ترامپ باید زبان روسی بیاموزی خود آقای ترامپ هم در صحبتی به دلیل اشبا اشاره به تراز تجاری آلمان با آمریکا و صادرات اتومبیل آلمانی به امریکا گفته آلمان بده خیلی بده ظاهرا ایشون بهش گزارش نداده بودند که اتومبیل های آلمانی اکثرا در آمریکا تولید میشه و کارگر امریکایی و مکسیکی روی اون کار میکنند و از آمریکا حتی صادر هم میشند که سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی